در مشورت وسیع رئیسان شهر و نوحیه ها کارمندان اداره و مؤسسه های ولایت و نمایندگان مقامات قدرتی اشتراک نمودند. بعد از منظور نمودن رزنامه مجلس از روی مسئله یکم موین رئیس ولایت ایمشازاده انور ایمشا بابت صنعت کنونی با صورت کشور معلومات منظور نموده قید کرده شد که سالهای آخر با بنیاد چندین کارگاه و کارخانه های حدود ولایت صنعت تمایل زیادشوی داشته نسبت سالهای پیش استحصال محصولات صنعتی دو برابر زیاد شده است. قید گردید که در اکثر نوحیه ها طبق شرایط مساعد اقلیم کارخانه ها بنیاد شده سال 2020 با دستگیری حکومت مملکت و صاحبکاران 13 کارخانه صنعتی بنیاد شده از این تعداد 4 عدد کارگاه خرد صنعتی تشکیل می دهد. سال 2021 ساختمان 18 کارخانه صنعتی براه مونده شده زیاده از 134 جای کاری خالی تشکیل می دهد. همچنین در سال 2020 زیاده از 15 عدد کارخانه با سبب های مختلف فعالیت نکرده بهره به کار انداختن آنها یک قطار چوره ها اندیشیده شده استوده است. در برابر این با صنعت استثنایی سال نیروی برق دقت اولین درجه روانه کرده شده بنیاد نیروگاه برقی آبی خطفت از زمره چنین انشاءات می باشد. رئیس ولایت یادگار فیضوف ذکر نمود که مسئله صنعت کنونی در حدود ولایت یکی از سمت های مهم و اساسی دانسته شده فعالیت سست بعضی از کارگاه و کارخانه ها باعث مشکلی شده استاده است. رئیس ولایت توجه حاضرین را به پیشبرد صنعت کوهی کارکرد میوه مواد های ساختمانی صنعت داروسازی جلب نموده بهر جلب هرچی بیشتر متخصصان صاحب تجربه و نق دادن صنعت حدود ولایت سپارشات مشخص روانه نمود. از آن اظهار نگرانی نمود که امروز محصولات استحصال خودی در بازار مرکزی با نرخ گران به فروش گذاشته شده بهر به اعتدال آوردن نرخ به مسئولان سپارش ایلاوگی داده شد. وابسته به آمادگی به جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ایمشازاده انور ایمشا معلومات منظور نموده گفته شد که طبق بند نقشه چاره بینی ساختمان 910 انشاءات براه مونده شده کارهای آبادانی و سازندگی ادامه یافته استاده است. در سال 2019 285 انشاءات، سال 2020 164 انشاءات و سال 2021 190 انشاءات ساخته گردیده، بعضی از انشاءات با سبب سر وقت مبلغ گذاری نگردیدن مبلغ ساخته نشدند. قید گردید که زیاده از 81% بند نقشه چورابینی عملی گردیده است. رئیس ولایت تاکید نمود که بهر رونق دادن کارهای آبادانی و سازندگی در حدود ولایت نقشه چورابینی ها در آینده عملی خواهند شد. از روی مسئله سیوم درباره برنامه کفالت های دولتی اوید به تامین اهالی با کمک طبی و سانیتاری در شهر و نوحیه های تجربوی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2021 سردار ریاست تندرستی ولایت فرید مظفرف اخبارات منظور نمود. قید نمود که قرار مذکور از سال 2020 قبول گردیده تا سال 2022 برنامه عملی خواهد شد. رئیس ولایت وابسته به مسئله مذکور یک قطار پیشنهادها را منظور نموده اوید جدا نمودن نوی کمک ها فکر و عقیده را ابراز نمودند. متخصصان صاحب تجربه وابسته به مسئله فکر و پیشنهادات ابراز نمودند. اوید تصدیق قایده های مبلغ گذاری میاری در مؤسسه های تحصیلات عمومی و بنقشه‌گیری استفاده مقصدناک بودجه ساحه معارف در مؤسسه های عمومی ولایت آمادگی مؤسسه های تعلیمی به سال نو تحصیل سردار ریاست معارف ولایت اودینش و مردوف معلومات منظور نمود. گفته شد که هدف اساسی نظام مبلغ گذاری میاری سرکسی این استفاده مستقلیت مالیوی و درست مبلغ ها می باشد که به سر هر یک خواننده جدا کرده می شود به حساب می رود. قید گردید که ریاست معارف ولایت جهت پرزور نمودن چوره های مشخص و دوره به دوره با مبلغ گذاری سرکسی گذرانیدن زینه تحصیلات تو مکتبی چوره های ضروری اندیشیده از سال 2018 تمام مؤسسه های دولتی تو مکتبی نوحیه های ولایت با مکانیزم نو مبلغ گذاری سرکسی گذرانیده شدند. معیار مبلغ گذاری سرکسی مؤسسه های دولتی تعلیمی تو مکتبی در ولایت برای یک کودک 2512 سومانی و نگهداشت یک کودکستان زیاده از 100000 سومانی مقرر کرده شده است. از آن اظهار نگرانی گردید که سال تا سال شماره خوانندگان در اکثر دهه‌ها کم گردیده باعث بسته گردیدن مؤسسه های تعلیمی شده می تواند. رئیس ولایت تاکید نمود که تامین نمودن مؤسسه ها با سوزشواری یکی از مسئله های مهم بوده سال روان مقدار معین انگیش سنگ دسترس مؤسسه های تعلیمی گردانیده شد. در رفت مشورت بابت سفربرکنی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و ارزنده استقبال نمودن جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی از طرف رئیس ولایت سپارشات روانه گردیدند. در فرجام مشورت بهر اشتراک فعالانه خوانندگان نوحیه های شغنون و ایشکوشیم و شهر خوروغ در المپیاده های جمهوریوی و سزاوار میدال گردیدن آنها به رئیسان نوحیه ها و شهر خوروغ از نام وزیر معارف جمهوری تاجیکستان افتخارنامه ها سپرده شدند.
مشورت نزد معاون رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان و رئیس شهر خوروغ مسئله آمادگی ها بهر سازوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را مورد تحلیل قرار دادند. نظیر امیر بگزاده معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و رئیس شهر خوروغ میرزان آباد علی شیر خدابردی ضمن برگزاری مشورت کاری با مقصدی در سطح بلند تشکیلی آماوی تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت و شهر و نایه ها تاکید داشتند که در این مورد قرار رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در باره اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نیز به تصویب رسیده است. با گفته نظیر امیر بگزاده معاون رئیس ولایت در اساس لایحه توصیوی تصمیم شده است که به افتخار گرامی داشت این صحنه مهم تاریخی سلسله چهارمین های فرهنگی و ورزشی در قلمرو شهر و نایه های ولایت برگزار خواهند شد. میرزان آباد علی شیر خدابردی رئیس شهر خوروغ با توجه به بزرگداشت این جشن تاریخی تذکر داد که شهر خوروغ مرکز معماری ولایت مختار کوهستان بدخشان با تکیه به نیروی سازنده ساکنان شهر و اداره و مؤسسه های قلمرو آن نیت دارد که 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند تجلیل نماید. از راهبران اداره و مؤسسه های حدود شهر دعوت کرده شد که جهت رعایت نمودن تازگی کوچه و خیابان ها و اطراف بناهای معموری تلاش بیش از پیش را به خرج دهند. با گفته معاون رئیس ولایت و رئیس شهر خوروغ در برابر برگزاری چهارمین های فرهنگی و ورزشی همچنین تصمیم است که راهپیمایی آماوی در مرکز ولایت و نایه ها با جلب سابقه داران مهنت اهل معارف و تندرستی مالیه و بانکداری صنعت و کشاورزی و دیگر ساختارها در نظر داشته شده است. نزد شعار و آویزه های جشنی راهپیمایی آزاد و دیگر چهارمین های ایدونه از هدف های دیگر سازوار استقبال گرفتن این جشن مقدس ملی نام برده شدند. هیئت تکنیکی و ایجادی روزنامه زندگی که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ایشکوشیم توسط آن رابطه خود را با ساکنان ناحیه برقرار میکند در روزهای نزدیک صاحب بینای زمانوی میگردد. لایحه این بنا در دایره همکاری تاجیکستان با بانک جهانی عملی میگردد و برای اعمار بنای مذکور زیاده از 1 میلیون سومانی جدا شده است. در موافقه با مقامات حاکمیت دولتی ناحیه آشانه اول و بخش جوانان واگذار می شود و آنها در اتاقهای وسیع و برهوا کورسهای آموزشی ملاقات و صحبتها را برگزار می کنند. سرمحرر روزنامه زندگی از این کمک و دستگیری حکومت جمهوری اظهار سپاس نموده می گوید که پس از صاحب بنا شدن محتوا و صفت روزنامه به مراتب بهتر خواهد شد. اطلاعات در زمان معاصر یکی از واسطه های خیلی مهم همکاری بین جامعه و مقامات دولتی به شمار می رود. روزنامه یک نمود مؤثر معاشرت اجتماعی است که با وسیله آن مردم فکر و عقیده خود را به حکومت محلی بیان می کنند. ایده از ایجادکاران محلی می توانند که جزء ایجاد خود را با مردم شریک بسازند. واسطه های اخبار عامه بخصوص در سمت انعکاس مسئله های وابسته به کارهای بنیادکاری و سازندگی، ترغیب حیات سالم، دور نگاه داشتن جوانان اثر گونه سازمان های تندگرا، پس کردن سطح جنایتکاری، پیشگیری و برطرف سازی آفات های طبیعی نقش مقتدر و مؤثر دارد. از این رو تعمیر و تجدید بنای روزنامه زندگی یک گام خوب است برای سر وقت آگاه نمودن جامعه از فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه. سیاست درهای باز حکومت جمهوری تاجیکستان بود که توسط بانک جهانی بنای مذکور با مبلغ زیاده از 1,76,000 سومانی امروز تعمیر میگردد، از نو مجهز میگردد و حتماً که یک شرایط خوب کاری برای کارمندان مهیا میگردد. همچنین در آشیانه یکمی این بنا مرکز آموزش جوانان دارای 3 سیمخانه افتتاح میگردد و تمام کارمندان و هیئت ایجادی روزنامه زندگی مینداری خود را برابریت مملکت ابراز می‌دارد. سرمحرر روزنامه زندگی سعدانشاه افتی یکی از شاعران معروف محلی است. اظهار داشت که منبعد رابطه خود را با خوانندگان روزنامه با سم تحکیم می‌بخشد و سر وقت شعر و حکایه‌ها مقاله‌های علمی و فرهنگیشان را به نشر می‌رساند. نخست در بنای تازه بنیادی مؤسسه تعلیمی رقمی افت نایه روشان نمایش دستاوردها به مرز گذاشته شده از جانب شرکت کنندگان بهای ارزان گرفت. سپس چهارمینی با صدا دادنی سرود ملی آغاز گردیده. خالص سمو سیدخان و رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نایه روشان برآمد نموده ابراز داشت. استقلالیت بیانگر خوشبختی، خودشناسی و اعتماد به فردای کشور عزیزمون میباشد. گفته شد که سالهای استقلالیت و صاحب اختیاری برای هر یک ساکن تاجیکستان دوره
озмойшҳои басовазнини ҳаёт. Давраи расидан ба ҳамдигар фаҳмӣ, ваҳдат ва оштии миллӣ буд, ки хушбахтона мо имрӯз ба ин неъмат ноил гардидем. Мардуми ноҳияи Рушон низ имрӯз ба он ифтихор доранд, ки дар фазои сулҳу суботи ороми кишвар, яъне ки умри ба сар бурда истоданд ва шукрона аз он доранд, ки имрӯз таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, раиси муҳаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон, яъне ки имрӯз ин дастовардҳои беназире, ки имрӯз ноҳияи Рушон ба онҳо доил гардидааст ва яке аз дастовардҳои пурарзиштарин барои мардуми ноҳияи Рушон, ин ба истифода додани муассисаҳои типи замонавӣ ва ки имрӯз бо сифати баланд, яъне ки ба мардон, ба хонандагон хизмат расонда истоданд, изҳори миннатдорӣ беандозаи худро баён медоранд. Ва мардуми Рушон ҳамеша тарафдори сулҳу оромӣ ва ҳамеша бар он мекӯшанд, ки ватану диёрашонро, яъне ки хизмати содиқона ба ватан ба давлат кунанд. Гулнора Лайлиева, намояндаи ҷамоати Назаршоҳ Доди Худоев, аз дастоварду такомулёбии даврони соҳибистиқлолӣ ҳарзада қайд кард, ки 30 сол аст, ки Тоҷикистони маҳбуби мо соҳибистиқлол ва мардуми шарифи кишвар соҳиби давлати озоду соҳибихтиёр буда, дар фазои ватани азиза мо хуршеди истиқлол партафишонӣ мекунад ва бо нурҳои аёдбахши худ дилу нияти бунёдкоронаи моро, манзилу маъво ва имрӯзу фардоямонро мунаввар мегардонад. Ҳарчанд ки истиқлолияки мо ҷавон аст, вале решаҳои он ба умқи таърихи пурифтихори халқамо мерасанд ва аз муборизаҳои фидокоронаи ҳазорон нафар фарзандони далеру қаҳрамони миллатамон, ки дар роҳи озодиву истиқлоли сарзамини аҷдодиамон ҷонфидо карданд, шодоб гардиданд. Истиқлолияту ваҳдат ҳикмати асрҳои наслҳо буда баёнгари ҳусният ва афкори ҳар як миллат аст. Ин ду гавҳар бузургтарин дастоварди миллати мо дар садсолаи гузашта маҳсуб мешавад. Чи аз овуштӣ ном ояд ба ҷанг, хиратманд асло накашад ба ҷанг. Ҷуз аз овуштӣ мо набинем рӯй, наволо бувад мардуми ҷангҷӯ. Ваҳдатгароӣ дар зоту сиришти мо, дар таърихи анъанаҳо, арзишҳо ва расму оини мо реша дорад. Истиқлолиятро бидуни ваҳдату иттиҳод тасаввур кардан маҳор аст, зеро ваҳдат таҳкурсии он мебошад. Дар ҳамоиш аз номи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Рушон ба бархе аз кормандоне барои саҳми арзанда ва назаррас гузоштан дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ифтихорномаҳо супурда шуданд. Ҳамчунин хонандагоне ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои аввал гардиданд бо гувонома ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонда шуданд. Дар фарҷоми ҳамоиш барномаи рангини консерти пешкаши Али Толор гардонда шуд. Саноаткунони бо сурати мамлакат ҳадафи чоруми стратегияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, чораҳои ҳамалӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят рӯи кор оварда мешаванд. Дар расидан ба ин ҳадаф дар радифи бунёди корхонаҳои калони саноатӣ, ташкили корхонаву коргоҳҳои хурду миёна низ мавқеи арзишманд дорад. Дар деҳаи ҳандроби ноҳияи ИШКОШИМ коргоҳи хурди раисандагию дузандагӣ таи як сол аст, ки ба фаъолият оғоз намуда, ба ҳамин васила бо нувони хонанишини деҳа бо кори доимӣ таъмин гардида, аз ҳисоби ҳунари худ рӯзгорашонро пеш бурда истоданд. Робари коргоҳи хурди раисандагию дузандагӣ Гулбону Кабир ва ҳарз дошт, ки солҳои пеш мо занони деҳа дар муҳити хона ба раисандагию дузандагӣ машғул будем ва бо масъулоти худ дар намоишгоҳҳо иштирок намудем ва баъдан тасмим гирифтам, ки як коргоҳи хурди раисандагию дузандагиро ташкил намуда, бо дастгирии шарикони рушд таҷҳизотҳои раисандагию дузандагӣ харидорӣ ва дастраси коргоҳ гардид. Бо эълон намудани асоли рушди саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мо иқдом гирифтем, ки ҳамин ҳунарҳои мардумиро эҳё намоем. хушбахтона аз тарафи шарикони рушд ба маблағи 32,000 сомонӣ таҷҳизот ворид шуд. баъд мо кор фаъолият асар кардем, кору бофандагӣ, ресандагӣ ва дузандагӣ шуруъ намудем. айни ҳол 9 нафар коргар дорем. масъулот мо ба савдо мерад дар шаҳри ХОРУГ, дар гармчашма. дар ҳамин муддат 2 бор курсҳо ташкил кардем, як бор бофандагӣ, имсол бошад курси дузандагӣ ташкил кардем, ки духтарони дар хона бекора, занони бекораро ба курс мо ҷалб намудем.
در این کارگاه خورزنان دختران به تیار نمودن لباس های ملی و اروپایی و هنرهای مردمی مشغول بودن مسئولات ها مدنموده خود را در شهر دوشنبه و خاروخ به فروش می برارند. به گفته زنان این کارگاه به سبب معدود بودن جای بیشتری وقت کارهای ریسندگی در محیط خانه انجام داده می شود. از این رو با تصمیم رابری کارخانه نیت است که در هاینده اتاق ریسندگی از نو بنیاد شده همه فعالیت ها در یک کارخانه انجام داده خواهد شد. نمایش علمی عملی هنرهای مردمی و دستاوردهای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نویه شغنون به نمایش گذاشته شدند. در برابر دیگر زیر ساختورهای محوری مو کارمندان مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات روگی رقم یک با دستاوردهای خود سهم خود رو در این کنفرانسیا گذاشتیم و دستاوردهای تعلیم گیرندگان رو به معرض تماشابینان پیشنهاد نمودیم. چون رمز و احترام گذاشتن به مقدسات ملی کنفرانس با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. معاون رئیس ناحیه شغنان گلغونچه سید عربزاده کلی معارفچیان را با اومد اومدی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روز دانش شادباش گفته ابراز داشت که ما زحمت شما آموزگاران است که امروز تمام سمت های جامعه به دستاوردهای نظررس نایل گردیدند. ذکر گردید که استقلالیت دولتی برای هر یک ساکن وطن نعمت بی‌بها به حساب رفته آن افادگری صدا خودشناسی و خودآگاهی و صاحب دولتی می باشد. استقبال از جشن مبارک استقلالیت و تجلیل پرشکوی آن برای مردم سرفراز تاجیک یک جشن امساله مقرری نبوده بلکه روز سپاس و شکرانه هر شخص از امانی و اتحاد می باشد. مولوده بای نظرزاده مدیر شعبه معارف نایه شغنان از دستاوردهای معارف نایه شغنان در دوران صاحب استقلالی کشور حرف زد. ابراز داشت که در زمان صاحب استقلالی کشور در ناحیه یک مؤسسه تعلیمی زمانوی ساخته شده مورد بهره برداری قرار گرفت. اینچنین بعضی مادی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی ناحیه قوی گردیده تعداد طالب علمان با مدال های طلا و نقره رو به افزایش نهادند. شفقت غایب نظرف دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 23 ناحیه شغنان راجع به نعمت و دستاوردهای صاحب استقلالی کشور صورت مولود فیشویوا و ازل بیگم اوشور محمدوا اوید استقلالیت نعمت بی‌بها و دیگر آموزگاران مؤسسه های تعلیمی راجع به مقام و منزلت استقلالیت در ایوت جامعه تاجیکستان معرضه و برامدها را منظور نموده خوانندگان مکاتب نویه در موضع استقلالیت پارچه های شعری را قرائت نمودند. با زحمت های شبانه روزی جناب عالی تاجیکستان عزیز ما 9 سپتامبر سال 1991 صاحب استقلالیت گردید. ما جوانان خوشبخت از آن هستیم که در فضای که در این کشوری آرام و آسوده زندگی به سر میبریم. شکر استقلال و نعمت، شکر این بخت و سعادت. ما نورسان و جوانان خوشبخت از آن هستیم که در این فضای آرام و آسوده تاجیکستان عزیزمان زندگی به سر میبریم. با استقلال میهن سجده آرام. آموزگاران مؤسسه های تعلیمی افتخارنامه ها سپرده شده برنامه فرهنگی انجام بخش منطقی امویش گردید. استقلالیت بهترین دستاورد ملت تاجیک در اخرهای عصر 20 به حساب رفته با شرافت آن تاجیکستان و دستاوردهای هر زنده نایل گردیده میان ممالک دنیا مقام خاص را کسب نمود. نسل سازنده با افتخار کامل از دستاوردهای وطن به جشن مبارک 30 سالگرد استقلالیت دولتی مملکت آمادگی دیده توسط برگزاری چنین چوربینها همدلی و هممرومی خویش را در راه ادامه کارهای بنیادی بهر آینده نیک می‌نمایند. اعضایان فیلیال رقم 1 کتابخانه بچگانه درباره استقلالیت و دستاوردهای هم برآمد نموده قید کردند که سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تحکیم استقلالیت دولتی پایداری وحدت سراسری و تامین پیشرفت باثبات اقتصاد و اجتماع به همتا میباشد. پیشوای ملت توانست در تاجیکستان صلح و وحدت را برقرار نموده به این وسیله وطن را روز از روز آباد و زیبا گرداند. امروز زادگان استقلال در وطن آباد آزاد زندگی و کار و فعالیت می نمایند. خوانندگان فعال کتابخانه از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک پارچه های شعری را قرائت نمودند. شمس رو افتاب استقلال ما شاد دل است استقلال ما زیب سر دنیا است استقلال ما از اما بابلا است استقلال ما این وطن آباد کش از فیض و آب مامی مام مشغول شد با آبیا شاودی آم مردمی روی جام از اما بابلا است استقلال ما
در رفت چورابینی گفته شد که ثمره نیک استقلال است که امروز تاجیکستان رو در عرصه عالم همچون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور حرمت و احترام گذاشته. تشبث‌های نجیبانه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان بابت ده ساله او برای حیات رو در کل سیاره جانبداری میکند. خوانندگان قید کردند که هر یک فرد بوننگ و ناموس کشور باید به قدر استقلال همچون نعمت بی‌بها رسیده شکر کشوری آزاد و آباد نموده بهر پیشرفت وطن اجدادی خویش کمر همت ببندند. در برابر قرائت شعرها در وسط عبودی وطن و استقلالیت دولتی از جانب مسئولین نمونه‌های رقص‌های جالب تاجیکان کوهستان منظور اشتراکداران گردانده شد. روزهای 11 12 سپتامبر برای تجلیل سازوار جشن 30 سالگی استقلالیت مملکت در برابر دیگر چوربینا برگزاری مسابقه جمهوری اوید با گوشتین ملی به نقشه گرفته شده است. امروز ها بهترین پهلوانان ولایت غالبان وزن‌های مختلف به این مسابقه آمادگی می‌بینند. گوشتینگیران ولایت را استادان ورزش سابق اتحاد شوروی بوار خوجندیجف، ظفر فیروزشاهی و اکرم سنبیف تمرین می‌دهند. استادان برای پهلوانان بهترین اصولهای گوشتین نیانگور را نشان داده کوشش دارند که دسته منتخب ولایت را به مسابقه جام دوشنبه همه طرفه آماده سازند. به قول استادان مکتب ورزشی ولایت پهلوانان دلیر قربانجانوف در وزن 60 کیلوگرم، قایم شکرانوف در وزن 70 کیلوگرم، شوشویف در وزن 90 کیلوگرم و برادران سیاد و فرهاد شیخوف امکانیت دارند که برای شاه جایزه های مسابقه تلاش کنند. امروز در شهر خورق مسابقه انتخابی ولایت زمد گوشتین طرز گوشتین ملی برگزار شده است که ما برای توری و مسابقه جمهوری توری هستیم که 12 سپتامبر در شب دوشنبه علاقه مسابقه برگزار میگردد. ما علاقه ساری مسابقه را گذارانده و امروز شو مربیان با شاگردانش برای توری و مسابقه جمهوری برای قطعی شاگردان مشاق گذارده هستند. گوشتین ملی دوامی سالیان زیاد از دوست داشته‌ترین نمودهای ورزش برای ساکنان ولایت می باشد. در هر دور و زمان پهلوانان ولایت در مسابقه های سطح مختلف موفق بودند و امروز ها پهلوانان جوان کوشش دارند که این انعنه های ورزشی گوشتین را دوام دهند.